در این بخش که فکر میکنم بخش خیلی مهمی هست، جناب آذرمهر، میخوام ازشون خواهش کنم در مورد صنعت پتروپالایش نفت کشورمون و معدنیات گازی و راه برون رفت از این تحریم نفتی که الان وجود داره. البته من متوجه شدم خوشبختانه ایران توانسته از طریق روسیه و عراق نفت خودش رو به نام نفت روسیه و عراق بفروشه در بازار جهانی و راه های دور زدن رو تونسته پیدا بکنه. ولی در این حوزه صنعت پتروپالایش هم جناب آذرمهر یک مقدار برای ما صحبت کنید که ببینیم داستان چیه و ما چگونه میتونیم از این شرایط تحریم نفتی بتونیم یه خود بیشتر برون رفت پیدا بکنیم. بفرمایید. من در تایید حرف شما باید بگم که بله، اونا نتونستن غلطی بکنن و نمیشه نفت ایران رو حذف کرد. ولی ما چرا همیشه بخوایم روزه شکدار بگیریم؟ ما الان دیدیم که در پروژه ستاره خلیج فارس، قرارگاه سازندگی سپاه، معدنیات گازی، نه نفت خام رو، معدنیات گازی رو تبدیل به بنزین کرد، تبدیل به گازوئیل کرد و تبدیل به بسیاری فرآورده های دیگه کرد. خب وقتی ما چنین فناوری داریم، دیگه چه نیازی هستش که معطل شرکت های خارجی بشیم و ما میتونیم به یک جاهایی برسیم که از زمان شاه فقید آرزوی ما بوده. ما میتونیم به اون جاها برسیم و باید دست تک تک این صنعتگران و تک تک این آدمایی که در سپاه چنین دیدی داشتن، اومدن با سپاه همکاری کردن، باید بوسید. من یه جایی حالا یه گلایه هایی دارم. ببین، بخش صحبت های من در دو بخش، یکی این که وزارت نفت چه کمکاری میکنه، دو این که ما میتونیم چه کارهایی بکنیم. من چند وقت پیش رئیس بسیج مهندسین کشور رو میدیدم، گفت که ما داریم یک کتابچه جامع از توانمندی مهندسین کشور و صنعت کشور به وجود میاریم که ما اساسا بدونیم چه توانمندی هایی در داخل کشور داریم. و گله میکرد از کدوم وزارتخونه؟ از وزارتخونه نفت. میگفت تجهیزاتی رو ما در داخل کشور میتونیم بسازیم، ولی آقای زنگنه محکوم کردن و حکم دادن که حتما باید از این چند تا شرکت آلمانی خارجی بخریم و ما این تجهیزات رو به شرکت آلمانی صادر میکنیم، اون به وزارت نفت گرونتر میده. حتی مثلا میگفت زمانی که در دولت احمدی‌نژاد وزیر نفت، اون سردار سپاه کی بود، خدایا فراموش کردم نامشو، میگفت ایشون اومده بودن گفته بودن که آقا تجهیزات رو بذاریم، یه سری از این نفوذیه برگشته بودن که میذاریم بذاریم، ولی هر حادثه توی پتروشیمی و پالایشگاه ها اینجور جا بیاد مسئولش خودتونین. خب این طرف هم فتیله رو کشید پایین. اینا علنا به طور غیر مستقیم تهدید میکنن. خب یه چنین مشکلی هم هست و ایشون میگفتش که ما چنین تجهیزات داریم، ولی متاسفانه وزارت نفت حالا به طور ویژه و باقی وزارت خونه ها و بخش دولتی تمایل ندارن از توان داخلی استفاده کنن، چون اصلا باوری انگار به این قضایا ندارن. اما یه موضوع جالب دیگه که من میخوام برای شما بگم اینه که ما نه تنها میتونیم با یک نگاه درست این تهدید صفر کرده، هر کی با ننش قهر میکنه میاد میگه آقا من نمیذارم ایران نفتشو صادر کنه، شما سگ کی باشین که بخواید بذارین یا نذارین؟ ما نفتمون رو به کوری چشم شما صادر میکنیم و توی این بخش های اقتصاد جهانی حضور خواهیم داشت. اما با توجه به اینکه قرارگاه سازندگی سپاه تونسته این کارو انجام بده و الان فاز 4 رو میخواد 100% بومی انجام بده، این بخش از صنعت در دست صنعتگران ما داره موم میشه و ما میتونیم چیکار کنیم؟ یک طرحی در مجلس داره بررسی میشه برای ساخت پتروپالایشگاه ها. خب ما پالایشگاه داشتیم، بعدها پتروشیمی به وجود آوردیم در دوره، به خاطر این گاز به اصطلاح پهنه گازی پارس جنوبی، ما فازهای پارس جنوبی زیادی زدیم، پتروشیمی‌های زیادی زدیم در سراسر کشور، در جنوب کشور، و خب پتروشیمی هم داشتیم. اما پتروپالایشگاه چیه؟ چرا اینقدر جالبه که مجلس به دنبال اینه که قوانینی رو برای ساخت و ورود به این صنایع داشته باشه؟ اولا پتروپالایشگاه‌ها، سوددهی پالایشگاه‌ها و تنوع محصولات پتروشیمی رو با هم دیگه داره. یعنی هم انرژی تولید میکنه هم محصولات پتروشیمی، ولی محصولات پتروشیمیش بسیار متنوع تره. مثلا شما مثلا یه پتروشیمی میزنی کلی از این است، مثلا فقط
چه میدونم پروپیلن میده یا آلوفین فلان میده یا مثلا اینجور چیزه که حالا اهل فن بهتر میدونه. ولی پتروپالایشگاه ها یه قابلیت دیگه هم که به ما میده، انقدر نفت ما رو از حالت خام بودن، معیانات گازی ما رو به صورت از حالت خام فروشی در میاره و به صورت محصولات نهایی میکنه و انقدر این محصولات نهایی گوناگون و متنوع هست که رصد کردن اینها رو توسط سیستم‌های نظارتی ایالات متحده غیر ممکن میکنه و ما به جای اینکه نفت یا معیانات گازی خام بفروشیم، میایم چیکار میکنیم؟ اینا رو به صورت پالایش شده و محصولات نهایی بسیار متنوع و گسترده با ارزش افزوده بسیار بالاتر میفروشیم که نمیتونم پیگیری بکنن که چیه، ما به کی فروختیم، کی از ما خریده، چقدر خریده. و همین که ارزش افزوده کار ما بالا خواهد رفت و بسیار بیشتر از فروش خام فروشی برای ما آورده ارزی خواهد داشت. حالا این دو تا موضوع رو شما بذارین کنار، اولا یه گلهی باید کرد تو اون شرایطی که ما تو نبرد اقتصادی هستیم. من 3-4 هفته پیش که این صحبت ها داشت میشد در تلویزیون هم نگاه میکردم، مجلس سفوریت داده بود برای اینکه تصویب بکنه قانون فرزندانی که مثلا یکی از والدینشون تبعه خارجیه، وضعیت تابعیت اینا رو روشن کنه. نمیگم موضوع مهمی نیست، اون موضوع مهمیه، باید هم بالاخره مشخص بشه، بحث و جدلش بشه، تبعات اجتماعی و فرهنگی و ایناش بررسی بشه. مثلا نمیگم مهم نیست، ولی ما توی شرایط ویژه هستیم به اسم نبرد اقتصادی. خب ما توی این شرایط ویژه نبرد اقتصادی که هستیم کدومش مهمتره؟ شما سفاریت دادیم به این، بعد این اینجوریه. خب یه گله‌ای بود که باید گفته میشد. موضوع دیگه اینه که بخش خصوصی رو توی این قانون دیده شده که چجوری ترغیب بشه بیاد به این سمت. اولا که دولت خوراک این واحد ها رو اگر مردم به عنوان بخش خصوصی عمده و ثروتمندای کلان کشور ما بیان این اوراق قرضه سرمایه‌گذاری رو بخرن، خوراک اینها رو به صورت یک ساله که این میخواد به سوددهی برسه به اینا میده، بعد در اقساط 10 ساله برمیاد. یعنی شما پول خودت رو با همون سال اول فروش راه اندازی اون پتروپالش و فروش محصولش 80% پول خودت به دست آوردی، از سال بعد شروع می‌کنی فقط سود گرفتن. بعد همه اینا قابلیت این دارن که وقتی این پتروپالش که افتاد، این اوراق قرضه خودشون تبدیل به سهام بکنن. یعنی همونجا فل مجلس این وارد بخش خصوصی هم میشه، این پتروپالش که نیازی نیست دولتی هم بمونه. دقت کردین؟ بعد عرضم به حضور شما که این خب مشوقه هایی هستش که اینجا وجود داره، اما از آن سو ما میبینیم که خب یه گلایه هم باید بکنیم توی وزارت نفت ما. وزارت نفت ما معلوم نیست چه اتفاقی داره توش میفته. مثلا یه خانومی الان جدیدن اومده، آقای دلیگانی نماینده شاهینشهر اگه اشتباه نکنم، اومده بود گفته بود که آقای همیشه وزیر نفت، آقای زنگنه، این مردک، آقای کرسنت، اون از لافا، اون از ادعاش، اون از پرویاش، اون از اینکه فشل کرده وزارت نفت رو، تماما داره ضد منافع ملی کار میکنه. این تیمی هم که این خانومی که اومده با این همه آدم مثل اینکه رابطه داشته که همش تصمیماتی ضد منافع ملی بگه، اینا باید در بیاد. و از اون ور اینجا هم کلن همکاری نمیکنه، یه خورده شل میزنه و مجلس داره اینقدر قوانین خوب میشه. این یه خورده این مسائل باید بررسی بشه. ایشون کلن آدم خیلی ادعا و پر روی. مثلا اون سری میگفتش که در وزارت نفت من ما مدیری که در سطح کلام باشه و کار خودش بلد نباشه نداریم، تمام مدیرها درس این نفت خوندن. درسی که اون سری یه کمیسیونی توی مجلس داشت بررسی میکرد، فکر کنم اگه اشتباه نکنم 30 تا از مدیران رده بالایی، رده میانی و پایین دستی هم نه، رده بالایی از دوستان، آشنان و همحزبی های اینا هستن. یعنی اصلا هیچ چیزی در مورد نفت نمیدونن. ببین همیشه این جریان لیبرالیسم هم همینجوری همه رو متهم میکنه، زبونش واسه همه درازه، یک چهره یا به گفته شما پروفایل خیلی فنسالار و تخصص من اینا، من تو این زمینه حالیمه میاره، ولی عملا تو این زمینه هیچی حالیش نیست، یا اگر خودش حالیشه آدم سودجو و خائنیه. آدم هایی رو میگه که سرشون نشه و همش حرفای اینو تایید بکنن.
یا همحزبیاشو میره. دقیقا ما هر موقع تو کشورمون دیدیم لیبرال ها میان یه چنین اتفاقی میفته، همش بقیه رو مسخره میکنن، همش به دیگران انگ و اتهام میزنن، ولی خودشون از همه بدتر انجام میدن. در که یه چهره خیلی به گفته بعضی از دوستان تریپ به خبره برمیدن که فقط من سرم میشه. این مشکلاتی که توی وزارت نفت هست اگر برطرف بشه، اگر وزیر نفت استیضاح بشه که بعید میدونم فکر کنم یک سوم یا نصف مجلس خریده اوژینو، نمیدونم چرا هیچ وقت به استیضاح نمیرسه این، و این مکافات ها و مشکلاتی که ما به وزارت فشل نفت داریم در نبرد اقتصادیمون اگر حل بشه میتونه اتفاقای خیلی خوبی بیفته و من به این بخش نفت به اصطلاح به پتروپالایشگاه ها خیلی امیدوارم. نه تنها میتونه در نبرد اقتصادی که ما امروز داریم ما رو پیروز بکنه و بتونه یه جوری دور بزنه عدم فروش نفت ما رو که اونم حالا از دستشون بر نمیاد، و حتی میتونه ما رو بی نیاز بکنه از اقتصاد تک محصولی و نفتی. به اینجور کشور رو میگن اقتصاد موزی، اما الان کشور آمریکای لاتین خب پرورش میدن که فقط موز صادر بکنم کشورهای توسعه یافته صنعتی شده اروپایی در انتهای قرن 19 و اوایل قرن 20. این اصطلاحی شده بود در دانشگاه اقتصاد، میگفتن اقتصاد موزی یعنی اقتصاد تک محصولی. کشور ما هم امروز اقتصاد تک محصولی است و یه اقتصاد موزی، حالا به جای موز داریم نفت خام صادر میکنیم، انرژی صادر میکنیم. این باید عوض بشه و این توانمندی در کشور ما وجود داره و پتروپالایشگاه یکی از اون ظرفیت های کشور ما هستش که میتونه نه تنها در نبرد اقتصادی امروز ما رو نجات بده که بتونیم نفتمون رو به صورت فراورده صادر بکنیم، حتی میتونه ما رو از اقتصاد نفتی رهایی ببخشه. ما میتونیم یه اقتصاد صنعتی داشته باشیم که فراورده های ارزش افزوده نفتی و معدنیات گازی رو بفروشیم، و مسلما کشورهای امثال اطراف ما وقتی یک نمونه و مانند مثل ایران رو در کنارشون میبینن میرن به این سمت که ما هم خام فروشی نکنیم. و کی بهتر از ایران؟ اروپایی و غربی که واسه ما نمیسازن، ایران میاد خدمات فنی مهندسی به اینا میفروشه، براشون چنین پتروپالایشگاهی رو میتونه بزنه، یک بازار خیلی بزرگ و افق بلندمدت است. من یه نویدی هم بدم، ببینید ایالات متحده تو این چند وقت، تو این دو سه ماه تمام این چهره ها و بازی های چند وقت خودش رو از دست داد، چهره ها نقاب ها از چهرهش افتاد. یک اومد بیاد بگه که من با اهرام نظامی میخوام حمله کنم، خب ناو و فرستاد، سرصدا زیاد شد، همون 2000 کیلومتریمون نزدیک نکرد و تهش همین بازی لجبازی تا به جایی رسید که ما پهپادش هم زدیم، غلطی نتونست بکنه. موضوع دوم چی بود؟ موضوع دوم این بود که بیا تحریم اقتصادی بکنه، دیگه انقدر تحریم کرد که دیگه تحریم دونش خوش شد، اومده مثلا مقامات سپاه پاسداران ما رو در تحریم میکنه. خب الدنگ، چرا خودت مسخره خاصه عام میکنی؟ تو که 4 ماه پیش همه این آدما رو با تروریستی خوندن سپاه تحریم کرده بودی، تحریم کرده رو دوباره تحریم میکنی؟ رهبر گذشته ایران رو تحریم کرده. بعد جالبه تو ایران دقیقا بورس رو به با این تحریم جدید رو به رشد میذاره، دلار و قیمتش میاد پایین، طلا قیمتش میاد پایین تر، هرچند کم ولی پایین اومد. یعنی چی دیگه؟ وقتی که اقتصادی که همش دوره داره تحریم میکنه، تو مراوده ای باش ندید، چه نیازی به ارزش داری؟ تو با دلار کاری نمیتونی بکنی که. خب تنها جایی سومی که اینا مونده که میخوان کار انجام بدن بخش اهرم رسانه‌ایه، به خاطر اینی که آمریکا جلیز بلیز اومده فقط توی بخش رسانه‌ای داره همچنان فعالیتش رو داره چیز میکنه، یه تو بخش دیگه کاری ازش پیش نمیره. اصلا در حقیقت الان آقای ترامپ، ببخشید این نکته رو بگم، در حقیقت آقای ترامپ الان بیشتر از اینکه کار عملی انجام داده باشه تا الان توییت منتشر کرده. یعنی جز انتشار توییت که من دیدم یه کاریکاتور خیلی جالبی بود که این داره پول از عربستان میگیره، به جاش بمبایی که داره سر ایران میزنه فقط چیز علامت توییتره. این یه نکته ای هست. در مورد تحریم آقای خامنه ای هم خب اینا نشون دادن کفگیره تهدید خورده، فقط یک جنگ روانی بود که میخواستن اون قبه یا میخواستن اون مقامی که آقای خامنه ای الان پیدا کرده، چون خیلی صحبت از زندگی زاهدانه و زندگی خیلی ساده ایشون میشه و خب خیلی هم معلومه واقعا دارن به صورت ساده زندگی میکنن، اینو میخوان یه جورایی بشکنن. یعنی یه جنگ روانیه، ولی در میدان عمل همونطور که شما دارید میگید دیگه حرفی برای گفتن ندارن. بفرمایید. کاری نمیتونه پیش بره، تمام اون مهرهاش استفاده کرده، تمام اون گلولهاش شلیک کرده، دیگه چیزی پیش از این نداره و از یه حدی به بالاتر دیگه این نتیجه عکس میده. ببین خود این موضوع دو تا نتیجه نشون میده، یکی این که از لحاظ فاندامنتال یا بنیادی شما بخوای حساب بکنی دیگه به
وقتی که شما در عرصه واقعیت اقتصاد میبینی که هر چیزی که میخوای با دلار مبادله بکنی و هر چیزی که میخوای با ایالات متحده و متحدش معامله بکنی تحریم هست، دیگه این بازار نیازی از لحاظ روانی به دلار احساس نمیکنه و دیگه یواش یواش دلار داره ارزش خودش از دست میده، همه میخوان بیان دلار رو بفروشن. دلار دیگه واقعا کاری نمیشه با دلار کرد جز اینکه بری مسافرت کنی اینا. بعد چقدر هم مگه میخوای مسافرت؟ اقتصاد کلان اقتصاد 18ام دنیاست ایران، خب یه حجم خیلی عظیمی دلار در ارز به صورت دلار در کشور هست. این حالا شما بخوای با مسافرت و اینو رفتن این خرج نمیشه که، و یواشاش میاد پایین. درسته؟ از طرف دیگه خود اقتصاد ایرانی که رویندن شده در مقابل تمام این تحریم ها و خب دیگه یواش 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 داره چیکار میکنه؟ داره خودشو نشون میده و نشون میده که بیشتر از این دیگه افسارش دست ارزهای خارجی و اینها نخواهد بود. این تو موضوعی که باید اینجور خودشو نشون میده. پرسش هست من داخلم؟ نه همه چی خیلی عالی، صحبت‌ها خیلی عالی. من میشه در این حوزه که شما گفتید واقعا ساعت‌ها بحث کرد. امیدوارم که در حوزه تحریم نفتی هر چه زودتر مشکلات حل بشه. از شما سپاسگزارم که مسائل رو بررسی می‌کنید و هر 15 روز 20 روز یک بار در اختیار ما و شنوندگانمون می‌ذارید و واقعا دستتون درد نکنه، زحمت می‌کشید در درون ایران و با این شرایط اینترنت و شرایط کار و زندگی و اینا وقت می‌ذارید و این صحبت ها انجام میشه. من صحبتی ندارم، شما اگه صحبتی هست بفرمایید که بریم فورا بخش اول برنامه رو منتشر بکنیم در شبکه‌های اجتماعی. خیر من صحبتی ندارم، سپاس از شما و بنده انجام وظیفه میکنم. پاینده باشید. زنده باشید. پاینده ایران. سپاسگزار از تمام دوستانی که داشتن برنامه رو گوش میکردن و در سایت توییچ برنامه رو زنده نگاه کردن. پاینده ایران بدرود. پاینده ایران بدرود.